داستان کشف اتم به صورت خلاصه داخل کتاب درسی وجود داره اما یکی از سوالایی که زیاد توی کامنت ها پرسیده شده اینه که دانشمندا چطور تونستن تشخیص بدن که داخل اتم به اون ریزی چه ذراتی وجود داره برای همین تصمیم گرفتم تو این ویدیو یه سفری داشته باشیم از اولین زمانهایی که مفهوم اتم به وجود اومد بعدش مرحله به مرحله آزمایش‌هایی که باعث شدن ساختار اتمو بهتر بشناسیم با هم بررسی کنیم و جلو بریم. اما بخش مهمتر این داستان اینه که یه شناخت بهتری از طرز کار علم به ما میده. یعنی اینکه مدلای علمی چطور در طول زمان تغییر میکنن و کامل‌تر میشن. قشنگی علم هم همینه که هیچ‌وقت ادعای کامل بودن نکرده. یعنی هر وقت ایرادی توش پیدا شده خیلی راحت پذیرفته و برطرفش کرده سر افرادی هم که ایراداتش رو پیدا کردن هیچ بلایی نیورده برعکس جایزه هم بهشون داده پس پیشنهاد میکنم حتی اگه داستان کشف اتم رو از قبل میدونید تا آخر این ویدیو با من باشید از زمانی که فهمیدیم اتم دقیقا چیه مدت زیادی نمیگذره ولی خود ایده ای اتم خیلی قدیمی تر از این حرف است. دموکریتوس و لئوکیپوس فیلسوفای یونانی اولین بار حدود سه -چهار قرن قبل از میلاد این ایده رو مطرح کردن که همه چیز از ذره های خیلی ریزی تشکیل شده که هم غیر قابل دیدنن هم غیر قابل تقسیم اسم این ذرات رو گذاشتن اتموس به معنی غیر قابل تقسیم یعنی معتقد بودن که هر وقت یه ماده ای رو بشکنیم و خورد کنیم و دوباره تیکه رو خورد کنیم و این کار رو همینطور ادامه بدیم در نهایت به یه جایی میرسیم که دیگه نمیشه جلوتر رفت این ایده بعدا معروف شد به مکتب اتمیسم که معتقد بود تعداد اتما بینهایت انواع بینهایتی هم دارن شکل اتم‌ها هم بر اساس اینکه از چه نوعی باشن با هم فرق داشت مثلا اتمای آهن قلابایی داشت که باعث میشد اینا به همدیگه قفل بشن یا مثلا اتمای آب صاف و لغزنده بودن مواد شیرین اتمای کروی بزرگ داشتن مواد ترش اتمای تیز داشتن مواد چرب اتمای ریز کروی داشتن این ایده شاید الان از نظر ما مسخره باشه ولی پایه‌های های اولیه ی مفهوم اتم بود البته مخالف های قدری هم داشت فیلسوف های بزرگی مثل ارسطو و افلاتون شدیدا مخالف اتم بودن مخصوصا ارسطو سرسختانه با اتمیسم مخالفت میکرد و معتقد بود که از نظر عقلی غیرممکنه که چیزی وجود داشته باشه که اندازه داشته باشه ولی نشه تقسیمش کرد تو قرنهای بعدی هم خیلی از دانشمندهای مسیحی با اتمیسم مخالف بودن یه دلیلش این بود که دنیایی که توصیف میکرد یه دنیای مادی بود که هیچ عامل متافیزیکی توش دخالت نداشت تو ایران بعد از اسلام هم ایده ای اتمیسم از طریق کتابای همین فیلسوفای یونانی وارد شده بود کلمه اتموس ترجمه شد به جزء لایتجزا یا جزء غیرقابل تقسیم جالبه بدونید که یکی از دانشمندهایی که با ایده ای اتمیسم مخالف بود، ابن سینا بود. دو تا از دانشمندایی هم که با این ایده موافق بودند فخردین رازی و زکریای رازی بودن. خلاصه زمان همینطور گذشت و پیشرفت زیادی در مورد اتمها اتفاق نیفتاد تا اوایل قرن نوزدهم. سال ۱۸۳، یه شیمیدان انگلیسی به نام جان دالتون سعی کرد یه تعریف علمی‌تر از اتم ارائه کنه. تو مدل اتمی دالتون اتم‌ها به صورت کره‌های ریز و سخت بودن که غیر قابل تقسیم بودن. اتم‌های یه عنصر مشخص شبیه هم بودن. مثلا اتم‌های طلا همشون شبیه هم بودن ولی با اتم‌های آهن فرق داشتن. اما این ایده مشکلات زیادی داشت. باز یه وقفه طولانی پیش اومد تا اینکه حدود یه قرن بعد یه فیزیکدان انگلیسی به نام جوزف جان تامسون با کشفیاتش یه مقدار دیگه دانش ما از اتم‌ها رو کامل‌تر کرد. چیزی که خیلی به تامسون کمک کرد، لامپ پرتوهای کاتودی بود. طرز کار این لامپ اینجوریه که یه محفظه شیشه‌ای داریم که هوای داخلش تا حد امکان تخلیه شده. داخل این محفظه دو تا قطعه فلزی داریم به نام آنود و کاتود. زمانی که برق ولتاژ بالا در حد چندصد ولت یا چند هزار ولت وصل کنیم به آنود و کاتود یه سری پرتوهای نامرئی از کاتود خارج میشن و میرن به سمت آنود بعدش از سوراخ کوچیکی که روی آنود وجود داره میگذرن و به صورت یه پرتو باریک برخورد میکنن به صفحه روبرو رو. این صفحه آغشته به مواد فلورسنت هست برای همین هر نقطه‌ای که پرتو به این صفحه برخورد میکنه شروع میکنه به درخشیدن یعنی آشکارسازی میشه به این پرتو که از کاتود خارج میشه میگن پرتوی کاتودی این همون ایده ای اصلی تلویزیونای قدیمی بود که از شکل پیشرفته همین روش استفاده میکردن برای نمایش تصویر روی صفحه تلویزیون حالا این وسیله چه کمکی به تامسون کرد تامسون اومد دو تا صفحه دو طرف این لوله قرار داد که یکیشون بار الکتریکی مثبت داشت اون یکی بار الکتریکی منفی با این کار متوجه شد که پرتو کاتودی به سمت اون صفحه که بار مثبت داره منحرف میشه چون همیشه بارای الکتریکی ناهمنام جذب همدیگه میشن پس نتیجه گرفت که این ذراتی که از کاتود خارج میشن باید بار الکتریکی منفی داشته باشن با اندازه‌گیری مقدار انحراف این پرتو تونست نتیجه بگیره که این ذره ها تقریبا دو هزار برابر از اتم هیدروژن سبک بعدش اومد جنس فلز کاتود رو چند بار تغییر داد ولی دید هیچ تغییری توی پرتو ایجاد نمیشه از این موضوع نتیجه گرفت که این ذرات توی همه مواد مشترکن اینجا برای اولین بار الکترون کشف شد در واقع وقتی که ولتاژ قوی بین آنود و کاتود برقرار می کردیم ها از کاتود به سمت آنود سرازیر می شدن. یعنی پرتوی کاتودی پرتوی از الکترون ها بود با این کشف مهم که باعث شد تامسون جایزه نوبل فیزیک سال 1906 رو ببره مشخص شد که اتم اونجوری که دالتون و فیلسوفای یونانی فکر میکردن غیر قابل تجزیه نیست خودش از ذرات کوچکتری به نام الکترون تشکیل شده چون این ذرات داشتن از یه ماده خارج میشدن دیگه یعنی در واقع داشتن از اتمای سازنده فلز کاتود خارج میشدن تامسون بعد از چند سال آزمایش و تحقیق مدل اتمی خودش رو اینجوری اعلام کرد اتم از یه ابر کروی با بار مثبت تشکیل شده که داخلش ذراتی با بار منفی پراکنده شدن دلیل در نظر گرفتن این کره با بار مثبت این بود که اتم باید از نظر بار الکتریکی خونسا باشه تو این مدل جرم اتم به خاطر وجود یه تعداد خیلی زیادی الکترونه یعنی اون کره با بار مثبت جرمی نداره این مدل معروف به مدل کیک کشمشی یا مدل هندوانه ای یعنی اتم به صورت یک کیک کشمشی در نظر میگیره که الکترون هم همون کشمش های داخلشن یا به صورت یه هندونه که تخمه همون الکترون ها اما مدل اتمی تامسون خیلی زود اعتبار خودش رو از دست داد سال 1909 یه فیزیکدان نیوزیلندی به نام ارنست رادرفورد که تو دانشگاه کمبریج شاگرد تامسون بود تصمیم گرفت یه آزمایش طراحی کنه که مدل اتمی استادش رو تایید کنه اما نتیجه کاملا برعکس شد رادرفورد از یه منبع ذرات آلفا استفاده کرد که این ذرات رو با سرعت زیاد به سمت یه ورقه خیلی نازک از جنس طلا شلیک می‌کرد. ذرات آلفا که از فروپاشی اتمهای پرتوزا به وجود میان از دو تا پروتون تشکیل شدن با دو تا نوترون البته اون زمان هنوز پروتون و نوترون کشف نشده بودند ولی ذرات آلفا رو میشناختیم دور تا دور این ورقه طلا از یه آشکارساز استفاده کرد که وقتی که ذرای آلفا بهش برخورد میکردن نشون میداد اگه مدل اتمی تامسون درست بود تمام این ذرات آلفا باید بدون انحراف یا با یه انحراف خیلی کم از ورقه طلا عبور میکردن چون ذرات آلفا از الکترون ها خیلی سنگین ترن الکترون ها نمی جلو حرکتشون رو بگیرن اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد خیلی عجیب بود بیشتر ذرات آلفا از ورقه رد می‌شدن، اما یه تعداد کمی با یه زاویه خیلی بزرگی منحرف می‌شدن. در مورد اونایی که رد میشدن هیچ مشکلی نبود مسئله اصلی اون ذراتی بودن که می میشدن رادرفورد انقدر از این موضوع تعجب کرده بود که گفت این قضیه مثل اینه که یه گلوله توپ به سمت یه دستمال کاغذی شلیک کنید اما وقتی که بهش برخورد کرد برگرده به سمت شما دلیل این تعجب این بود که رادرفورد داشت اتما رو بر اساس مدل اتمی تامسون در نظر می گرفت. بعد از انجام این آزمایش رادرفورد به این نتیجه رسید که مدل اتمی تامسون نمیتونه درست باشه مدل جدیدی که رادرفورد پیشنهاد داد به این صورت بود که تقریبا تمام جرم اتم داخل یه نقطه خیلی خیلی کوچیک تو مرکز اتم قرار گرفته الکترون هم با یه فاصله خیلی زیاد دور این هسته میچرخند اینکه بیشتر ذرات آلفا از ورقه طلا رد می‌شدن، نشون میداد که بیشتر حجم اتم فضای خالیه رادرفورد نتیجه گرفت که تمام بار مثبت و تقریبا تمام جرم اتم توی یه نقطه خیلی خیلی کوچیک وسط اتم متمرکز شده که میتونه جلوی حرکت اون ذرات آلفایی که بهش برخورد میکنن و بگیره اما هنوز مشخص نبود که این هسته دقیقا چه ساختاری داره الکترون هم روی مسیرهای دایره دور این هسته میچرخند که دلیلش هم بار مثبت هسته و بار منفی الکترون که اینا رو به هم جذب میکنه با استفاده از نسبت تعداد ذراتی که رد میشدن به تعداد ذراتی که بازتاب میشدن نسبت اندازه هسته به خود اتم به دست اومد. اگه هسته رو به اندازه یه توپ تنیس در نظر بگیریم خود اتم تقریبا 5 کیلومتر قطرشه پس تمام این عکس و فیلم‌هایی که از اتم می‌بینیم میبینیم اندازه هاشون خیلی غیر واقعیه اما اگه بخوایم سایز هسته رو نسبت به سایز خود اتم دقیقا همون جوری که تو واقعیت هست نشون بدیم هسته رو اصلا نمیشه دید از بس که کوچیکه چند سال بعد یعنی سال 1917 رادرفورد نشون داد که هسته اتم هیدروژن داخل هسته بقیه اتم هم وجود داره هسته هیدروژن فقط از یه دونه پروتون تشکیل شده رادرفورد اینجا هم از ذرات آلفا کمک گرفت با شلیک ذرات آلفا به اتم های مختلف مخصوصا نیتروژن متوجه شد که این عناصر به عناصر دیگه تبدیل میشن و این وسط هسته ای هیدروژن هم آزاد میشه پس نتیجه گرفت که این هسته که الان میدونیم همون پروتونه یکی از اجزای اصلی هسته اتم هست. اسمش هم گذاشت پروتون پس تا اینجا یه هسته داریم که از ذراتی به نام پروتون تشکیل شده که بار مثبت دارن دورش هم ذراتی به نام الکترون میچرخند که بار منفی دارن مدل رادرفورد جواب خیلی از سوالات رو داد و شناخت ما از اتم و بازم کاملتر کرد اما هنوزم یه سری ایرادات داشت. اگه الکترونا توی نقاط ثابتی اطراف هسته قرار گرفته بودن که خیلی زود به خاطر جاذبه بین بارای مثبت و منفی باید سقوط میکردن روی هسته. هم روی مدارایی دور هسته می‌چرخیدن، باید طبق قوانین الکترومغناطیس تا زمانی که حرکت میکنن از خودشون امواج الکترومغناطیس منتشر کنن. در نتیجه بازم انرژیشون از بین میره و سقوط میکنن. پس به هر حال اتم ناپایدار میشه. در صورتی که تو واقعیت اینطوری نیست اتم ها پایدارن اینجا بود که یکی از فیزیکدانهای بزرگ به نام نیلز که تو زمینه مکانیک کوانتوم کارهای زیادی انجام داده بود کوانتوم رو وارد بحث اتم‌ها کرد سال 1913 نیلز بور که متوجه شده بود فیزیک کلاسیک نمیتونه توضیح دقیقی برای اتم‌ها بده از مکانیک کوانتوم برای توضیح آرایش الکترون ها توی اتم استفاده کرد تو مدل اتمی بر، الکترون ها فقط میتونستن روی مدارهای مشخصی بچرخند، یعنی فقط مقادیر مشخصی انرژی میتونستن داشته باشن نه هر مقداری هرچقدر به هسته نزدیکتر بودن انرژیشون کمتر بود اما هرچقدر از هسته دورتر میشدن انرژیشون بیشتر بود برای همین هر وقت الکترون میخواست از یه مدار به مدار بالاتر بره باید یه مقدار مشخصی انرژی بهش داده میشد یا برعکس هر وقت الکترون میخواست از یه مدار به مدار پایین تر بره یه مقدار مشخصی انرژی آزاد میکرد این مدل تا حدودی تونست مشکلات مدل رادرفورد رو برطرف کنه اما هنوزم ایراداتی داشت به خاطر پیچیدگی‌های بحث کوانتوم وارد جزئیاتش نمیشم چون هم ویدیو خیلی طولانی میشه هم ممکنه خیلی خسته کننده بشه به قول خود نیلز بور اگه مکانیک کوانتوم هنوز شما رو عمیقا شوکه نکرده پس هنوز درکش نکردی این مدل اتمی بور که معروف به مدل منظومه شمسی برای اتمای ساده مثل هیدروژن، خوب جواب میداد اما برای اتمهای سنگینتر جوابگو نبود یه ایراد دیگه ای که داشت این بود که با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که یکی از اصول مهم مکانیک کوانتومه تناقض داشت هرچند هنوزم برای نمایش اتمها از مدل اتمی بر استفاده میشه یعنی هسته توی مرکز اتم و هم مثل سیاره‌های منظومه شمسی دورش میچرخند. به خاطر ایرادات مدل برد، دانشمندان دیگه‌ای روی مدل کوانتومی اتم کار کردند تا این مشکلات رو برطرف کنند. کسی که بیشتر از بقیه موفق بود، اروین شرودینگر، دانشمند اوتریشی بود. سال 1926 شرودینگر پیشنهاد کرد که الکترون‌ها جای اینکه روی مدارهای ثابتی اطراف هسته بچرخند، رفتار موجی دارند قبلا زیاد از این صحبت کردم که آزمایش یانگ نشون داد که نور هم خاصیت ذره داره هم خاصیت موجی اینکه الکترون هم همین دوگانگی رو دارن شرودینگر با یه سری محاسبات ریاضی نشون داد که الکترون ها توی یه مناطق مشخصی اطراف هسته احتمال حضور بیشتری دارن یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر الکترون دقیقا کجاست بلکه میتونیم از احتمال حضور الکترون توی هر نقطه صحبت کنیم به این مناطقی که الکترون ها احتمال داره پیدا بشن یعنی اوربیتال چهار نوع اوربیتال داریم به نام S و P و D و F که هر کدومشون یه شکلی هن. مثلا اوربیتال اس کرویه یا اوربیتال پی به شکل دمبله. تا اینجا پروتون و الکترون کشف شده بودن اما آزمایش‌های بیشتر نشون میداد که یه ذره دیگه هم باید وجود داشته باشه بین سال‌های 1920 تا 30 دانشمندهای مختلف با آزمایش‌هایی که انجام دادند، متوجه شدند که وقتی که اتمای سبک و با ذرات آلفا بمباران میکنیم یه پرتو پرقدرتی تولید میشه که تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی قرار نمیگیره پس از نظر بار الکتریکی باید خونسا باشه اولش دانشمندا فکر میکردن که این پرتو باید از جنس پرتوهای گاما باشه یعنی یه جور امواج الکترومغناطیسیه مثل نور اما سال 1932 یه فیزیکدان انگلیسی به نام جیمز چدویک که شاگرد ارنست رادرفورد بود متوجه شد که سرعت این پرتوها از سرعت نور خیلی کمتره. پس نمیتونه از جنس امواج الکترومغناطیس باشه. خاصیت ذره ایش باید خیلی بیشتر باشه. بعد از کلی آزمایش و تحقیق مشخص شد که این ذراتی که این پرتوها رو تشکیل میدن جرمشون تقریبا به اندازه جرم پروتونه بار الکتریکی هم ندارن اسم این ذرات رو گذاشتن نوترون یعنی مشخص شد که هسته اتم علاوه بر پروتون نوترون هم داره اما داستان همینجا تموم نشد تا اینجا فکر میکردیم پروتون و نوترون هم مثل الکترون یه ذره بنیادیه یعنی خودش از ذرات کوچکتری تشکیل نشده اما اشتباه میکردیم کارهای دانشمندهای بعدی نشون داد که پروتون و نوترون هم خودشون از ذرات کوچکتری به نام کوارک تشکیل شدن. الان نظر بیشتر دانشمندا اینه که کوارک ذرات اما یه نظر دیگه هم وجود داره که کوارک از ذرات کوچکتری تشکیل شده ولی ما هنوز کشفش نکردیم داستان اتم همچنان ادامه داره هرچی جلوتر میریم پیچیده‌تر میشه آزمایش ها سختتر و طولانی‌تر میشن دیگه مثل زمانی که میخواستیم الکترون رو کشف کنیم با یه دونه لامپ کاتودی کارمون راه نمیافته الان به یه آزمایشگاه به عظمت سر نیاز داریم تا بتونیم بیشتر تو دل اتم فرو بریم و چیزهای جدیدتری کشف کنیم نکته جالبش اینه که هرچی که شناختمون از این بلوکای سازنده جهان یعنی اتمها بیشتر میشه اطلاعات بیشتری به دست میاریم از بیگ بنگ و زمان تولد جهان بهتر میتونیم درک کنیم که اون موقع چه اتفاقاتی افتاده که دنیای الان ما این شکلی شده اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفا یه لایک مهمونم کن تا ویدیوی بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس